یک فعال و وکیل برجسته روهینگیایی اتهاماتی جدی علیه حکومت و ارتش میانمار مطرح کرده است. به گزارش شیوه به نقل از الجزیره کیاو حالا که بارها از سوی مجامع بین المللی به خاطر حمایت از حقوق مسلمانان روهینگیا از وی تقدیر شده، حکومت میانمار را متهم کرد که تا آخرین مسلمان را از این کشور بیرون نکند، آرام نخواهد گرفت. بر اساس این گزارش آنگ طی سخنانی گفته حکومت میانمار در بازگرداندن آوارگان روهینگیا از بنگلادش جدی نیست چون اگر جدی بود کسانی را که علیه این قوم در ایالت راخین جنایت کردند آنان را کشتند گله هایشان را دزدیدند و مزارعشان را آتش زدند مجازات می کرد. این فعال مسلمان در مورد وضعیت فکری جامعه بودایی در میانمار گفت همکنون تنها یک گروه کوچک از بودایان وجود دارند که مسلمانان را تهدید نمی کنند وگرنه بقیه بودایی ها از مسلمانان نفرت دارند چرا که معتقدند مسلمانان یک تهدید برای موجودیت آنها در میانمار به شمار می آیند آنگ درباره آینده ی مسلمانان روهینگیا نیز گفت این موضوع بستگی به جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل دارد اگر سازمان ملل و کشورهای بزرگ در خصوص احقاق حق مسلمانان روهینگیا جدی باشند میتوان به آینده امیدوار بود